دوستای خوبم، به کلاس درس امروز ما خوش اومدین. امروز میخوایم راجع به گرافهای همیلتونی که توی جلسه قبل تعریفشون کردیم یه خورده بیشتر صحبت کنیم. اگه یادتون باشه جلسه قبل من این مثال رو براتون زدم، بذارید سریع براتون گرافش رو رسم کنم، که گراف محله های یک شهر بود و بعد اومدم از شما پرسیدم که آیا این گراف همیلتونی هست یا نه. بعدش هم ما اومدیم گفتیم که اگه یه خورده به این گراف نگاه بکنید میبینید که هیچ دوری وجود نداره، از هر جای شروع بکنید هیچ دوری وجود نداره که همه محله ها رو یک دور بازدید بکنه و به محله اول برگرده و از تمام محله هم حتما یک بار عبور کرده باشه. الان میبینید من اینجا این دوری که نوشتم از این محله عبور کرد به محله اول بازگشت، ولی مثلا از این محله بازدید نکرد، یا هر دور دیگه شما هم بازی کنید با این گراف میبینید که این ویژگی رو نداره. پس گفتیم این گراف یه گراف ناهمیلتونیه. اما همونطور که از این مثال احتمالاً شما متوجه شدین، این مسئله که من به شما یه گرافی بدم و ازتون بپرسم این گراف همیلتونیه یا نه، خیلی سوال بدیهی نیست. مثلا شما با یه نگاه به این گراف نمیتونید بگید همیلتونیه یا نه. حتما باید تلاش کنید یه دوری پیدا کنید ببینید میتونید همه محله‌ها رو یه دور بازدید کنید، به محله اول برگردید یا نه. و شاید باورتون نشه، اما اینکه یه شرط لازم و کافی ما تعریف کنیم که بعد با توجه به اون بتونیم راحت سری بگیم که یه گراف همیلتونی هست یا نه، هنوز توی ریاضی مسئله لاینحله. یعنی هنوز ریاضیدانا دارن روی مسئله کار میکنن و سعی میکنن یه شرط رو پیدا کنن که لازم و کافی باشه. یعنی اگه اونو شما چک کردین این گراف اون خاصیت رو داشت، این گراف حتما همیلتونیه. اما از اون ور یه سری شرط های لازم ما میدونیم که وجود داره. یعنی گراف همیلتونی یه سری ویژگی ها داره که اینا در واقع میشن شرط لازم برای همیلتونی بودن گراف. و از تعریف شرط لازم هم یادتون هست که شرط لازم شرطیه که اگه گراف همیلتونی باشه حتما اون شرط رو داره، ولی این شرط کافی نیست. یعنی اگه اون شرط لازم داشته باشه حتما به طور قطع نمیتونید بگین همیلتونیه. حالا من توضیح میدم براتون یعنی چی. بیان اول با ویژگی اول گراف های همیلتونی آشنا بشین. قضیه یک میگه که هر گراف همیلتونی همبند است. اینجا بنویسم براتون، هر گراف همیلتونی همبند است. یعنی در واقع این قضیه داره میگه که همبند بودن یه شرط لازم برای همیلتونی بودنه. به زبون دیگه اگه یه گرافی همیلتونی باشه حتما همبند هست، ولی هر گراف همبندی که همیلتونی نیست. حالا بیایم این قضیه رو اثبات هم بکنیم. تعریف گراف همیلتونی چی میگه؟ میگه که این گراف دارای یه دوریه که از همه رأس‌ها یک بار عبور میکنه. و اگه مرتبه اون گراف فرض کنید پی باشه، یادتون هست ما دنباله دور رو چجوری می نوشتیم. مثلا میتونیم اون دور همیلتونی رو به این صورت دنبالش رو بنویسیم، از یه رأس V1 شروع بکنیم، بریم تمام رأس ها رو بازدید بکنیم یه بار، V2 V3 به همین ترتیب تا VP که آخرین رأس مثلا باشه و به رأس V1 برگردیم. پس این دور رو ما میتونیم بنویسیم تو این گراف چون میدونیم همیلتونیه. حالا تعریف همبند بودن چی بود؟ تعریفش این بود که بین هر دو رأس دلخواهی در گراف یک مسیر وجود داشته باشه. الان شما هر رأس دو رأس دلخواهی رو مثلا توی این گراف انتخاب بکنید، واضحه که بینشون یه مسیر هست. چرا؟ چون اون مسیر یه بخشی از این دوره دیگه، درسته؟ یعنی بالاخره اون دوتا رأس تو این دنباله این دور هستن و شما میتونید خیلی راحت یه تیکه از این دور رو به عنوان اون مسیر معرفی کنید. مثلا اینجا اگه V2 و VP انتخاب کردین، از V2 میریم V3 V4 V5 و همین ترتیب VP، یا هر دور رأس دیگه که انتخاب کنید یه تیکه از این دور یه مسیر بین اون دوتا رأسه و همین تعریف همبند بودنه. خب این شد از قضیه اولمون. حالا بریم سراغ قضیه بعدی، قضیه شماره 2. قضیه 2 چی میگه؟ قضیه 2 یه ویژگی دیگه گرافهای همیلتونی رو میخواد به ما بگه. میگه اگر گراف جی همیلتونی باشد، برای هر رأس دلخواه وی داریم، این رابطه رو داریم، دیگری وی یا همون درجه وی در گراف جی بزرگتر مساوی 2 هست. باز این داره یه شرط لازم دیگر رو میگه. میگه اگه یه گرافی همیلتونی باشه حتما برای هر رأس دلخواهش داریم که درجه اون رأس بزرگتر یا مساوی 2 هست. اینم باز به طور شهودی من الان براتون اثبات میکنم. ببینید
اگه فرض کنید شما این شرط برقرار نباشه، یعنی اون گراف یکی حداقل یکی از رأساش هست که درجهش بزرگتر مساوی 2 نیست. یعنی چی؟ مثلا درجهش 1 دیگه. اگه درجه 0 باشه که اصلا همبند نیست، یعنی از این جا از قضیه 1 میدونید که اگه سی همبند نباشه همینطوری نیست، پس اون مسئلهش حله. ولی اگه درجهش 1 باشه میدونید که یه همچین شکلی داره، مثلا با یه یا به یه رأسی وصله، بعدش هم بقیه گراف اصلا مهم نیست بقیه گراف چیه دیگه، هر طوری میتونه باشه، همین مینیمم یه رأس هست که اینطوریه دیگه. بعد الان شما از رو همین شکل میبینید که این گراف نمیتونه همیلتونی باشه، برای اینکه شما از هر مسیری مثلا فرض کنید اومدین بیاین بعد برید این محله رو بازدید کنید، بعد قراره برگردین به محله اول، همین یه راهو بیشتر ندارین، در نتیجه این رأس رو شما دارین 2 دور بازدید میکنید و این شرط همیلتونی بودن رو نقض میکنه. پس از اینجا میفهمیم که این قضیه باید درست باشه، یعنی اگر یه گرافی همیلتونیه حتما هیچ رأسی نداره که درجهش 0 باشه یا درجهش 1 باشه، حتما درجهش بزرگتر مساوی 2 هست. خب حالا یه خورده بیاین از این دوتا قضیه که گفتیم، از این دوتا شرط لازمی که گفتیم استفاده بکنیم. بیایم یه سری مثال با هم حل کنیم. من به شما یه گراف میدم، شما به من بگین همیلتونی هست یا نه. کاری که خود من میکنم تو این مسئله ها و شما رو هم دعوت میکنم که این کار رو بکنید اینه که اول که اون گراف رو میبینید بیایم نگاه کنید ببینید اون شرط های لازم رو داره یا نه. اگه نداره از همون اول بگین این همیلتونی نیست و اینجوری کار خودتون رو راحت کنین. ولی اگه داره، همه شرط ها رو ارضا میکنه، اون وقت خودکار رو بردارین شروع کنین پیدا کردن دوری که شامل تمام رأس ها بشه. حالا میگم منظورم چیه. مثلا مثال اول، این گراف رو در نظر بگیرید. از شما پرسیده میشه این گراف همیلتونی هست یا نه. خب این گراف اولین شرط لازم رو بیاین با هم چک بکنیم داره یا نه. این گراف همبند هست یا نیست؟ همبند نیست. در نتیجه این گراف همیلتونی هم نیست. این یه جورایی واضح بودش. پس اینجا این شرط لازم با ما کمک کرد که بدونیم که اصلا دنبال دور بگردیم یا هرچی، سریع بگیم این گراف همیلتونی نیست. مثال بعدی مثلا این گرافه. فرض کنید به این صورت. از شما پرسیده میشه این گراف همیلتونی هست یا نیست؟ خب بیاین شرطهای لازم رو چک بکنیم. اول گفتیم که باید همبند باشه، این گراف همبند هست. شرط لازم دوم رو چک بکنیم. گفته بودیم درجه تمام رأس‌ها اگه این گراف همبند همیلتونی باشه باید بزرگتر مساوی 2 باشه، اما الان میبینید که درجه این رأس 1 هست. پس اگه اسم اینو مثلا بذارم V1، میبینید که دیگری یا درجه V1 بزرگتر مساوی 2 نیست. در نتیجه این شرط رو نداره و از همینجا راحت میگیم که این گراف ناهمیلتونی هست. خب حالا بریم سراغ یه مسئله یه خورده پیچیده تر. خب مثلا توی این مثال فرض کنید از شما پرسیده شده که این گراف همیلتونی هست یا نه. اول شما شرطهای لازم رو چک بکنید. آیا این گراف همبنده؟ بله، از یه تیکه متصل به هم تشکیل شده، پس همبنده. آیا درجه تمام رأس‌هاش بزرگتر مساوی 2 هست؟ بله، میبینید که همه رأس‌هاش درجهشون، در واقع اگه نگاه کنید همه رأس‌ها درجهشون 3 هست، گراف 3 منتظمیه، در نتیجه همه رأس‌هاش درجهشون از 2 بزرگتره. حالاست که تازه ما وقتی میبینیم که اون شرطهای لازم رو داره شک میکنیم که شاید این گراف همیلتونی باشه. بعد مداد رو برمیداریم سعی میکنیم با هم یه دور همیلتونی تو این پیدا کنیم. فرض کنید من از اینجا شروع میکنم، میرم مثلا میخوام همه این نقطه‌ها رو یه دور بازدید کنم دیگه، میرم وارد اینجا میشم، اینو یه دور میزنم، این رأسا رو برمیگردم، این رأسا رو یه دور میزنم و بعد از اینجا برمیگردم به نقطه اول. الان این شد یه دور همیلتونی دیگه، دوری که از همه رأسا یه دور گذشت به رأس اولی بازگشت. پس بله این گراف همیلتونی هست. کلن یه راهنمایی که میخوام بهتون بکنم اینه که اگه یه گرافی دیدین که شامل چند تا دور مثلا مختلف بود که توسط یه سریال به هم وصل شدن، بگین اون گراف همیلتونی. منظورم چیه؟ مثلا اینجا الان این دور داریم، این پنزلی بزرگ است، بعد یه ستاره این توه، بعد یه پنزلی این توه، یه سری دورن دیگه، بعد اینا با بیشتر از یه یال به هم متصل شدن این دورا. در نصاب بدونید که این گراف همیلتونیه. چرا؟ چون میتونید دور بزرگه رو بزنید، از یه راهی وارد یکی دیگه از این دورا بشین، اونو بزنید، یه راه دیگه برین توی دور بعدی و برگردین به دور اول. کلا که هیچ شرط لازم و کافی نیست که من به شما بگم که سعی بتونید تشخیص بدین یه گراف همیلتونیه. ولی این شرطای لازم رو همیشه تو ذهنتون داشته باشین و این راهنمای آخر هم میتونه کمکتون بکنه. تو کلاس درس بعدی میبینمتون.